عالم یا حیدر، اول مظلوم عالم یا حیدر، اول مظلوم عالم یا حیدر، اول مظلوم عالم یا حیدر. مظلوم عالم یا حیدر، اول مظلوم عالم یا حیدر، اول مظلوم عالم یا حیدر، یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا مرتضی، یا مرتضی. اول مظلوم عالم یا حیدر، اول مظلوم عالم یا حیدر، اول مظلوم عالم یا حیدر، یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا مرتضی، یا اسدالله الغالب حیدر، علی ابن ابی طالب حیدر، یا اسدالله الغالب حیدر، علی ابن ابی طالب حیدر، وجه الله یعصوب الدین حیدر، یا امام المتقین حیدر، یا امیر المومنین یا حیدر، یا حیدر 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 یا مرتضی، من به عشق تو مأنوسم حیدر، ذوالفقار تو میبوسم حیدر، من به عشق تو مأنوسم حیدر، ذوالفقار تو میبوسم حیدر، نمیمونه قصه ای با تو، عشق آقا ایوون تلا تو، دوست دارم همه سینه زنها تو، نمیمونه قصه ای با تو، عشق آقا ایوون تلا تو، دوست دارم همه سینه زنها تو، یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا بسم الله الرحمن الرحیم، آل الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب الله العالمین، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المكرمين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومديشونهم ومراتبهم أجمعين،
من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أفمن يهدي إلى الحق حقا يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يا من بأل سرا يا سر المهيمن في الممالك يا قطب دائرة الوجود وأينما البيه كذلك والعين والسر الذي منه تلقنت الملائكة ما لا أصب في الدجى إلا وأسفر عن جمالك يا ابن الأطيب والتواكر والفواتم والأواتم أين السبيل من النجاة أين النجاة من المهالك. خدا بحق محمد و آل محمد در این شب با برکت، شب قدر و شب نزول قرآن، شب تضاعف حسنات، شب با برکت جمعه و شب زیارتی سید الشهدا آقا ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه و علی ابیه و اخیه و امه و اولاده المعصومین و جده صلوات الله علیهم اجمعین، ما را از فیوزات این شب با برکت بهره مند بفرماید، گناهان ما را ببخشه و تعجیل در فرج عزیز عالم امکان مهدی فاطمه بفرماید. یکی از نکاتی که قابل اهمیت مسئله حق و حقوق خدا و پیغمبر و اولیاء خداست. خدای عزوجل از اونجایی که خلق رو عبس نیافریده، ما خلقناکم عبثا، مخلوق عبث آفریده نشده، و از سوی مخلوقی که عبث آفریده نشده برای بندگی محدود به حدود و حقوق شده. گرچه بنده رو اگر امر به یک سری حدود و حقوق می‌فرماید، این حدود و حقوق برای بنده جنبه محدودیت دارد، نه اینکه بنده رو ممنوع از آزادی کرده باشه. بنده آزاده، ضمن اینکه باید در مسیر بندگی خدا قدم برداره، اما در عین حالی بنده آزاده، آزادی است که محدود به حدود پروردگار عالمیان و کتاب و سنت پیغمبر خاتم و ائمه معصومین علیهم السلام. این محدودیت بنده رو از اون آزادی سلب نکرده، گرچه آزادی بی قید و بند مذموم و نکوهش شده است. اون چه که برای بنده برای رسیدن به کمال خداوند حکیم دانا
به واسطه انزال کتب و ارسال رسول دست بشر رو گرفته تا در این مسیر کمال قدم برداره، باید او هم در مسیر حدود الهی گام بردارد تا در هلاکت نیفته. بشر اگر تو دنیا باید از جایی به جایی حرکت کنه، قطعا مبدأ و مقصدش مورد توجهشه. میگوید من از کجا میخوام به کجا سیر کنم و حرکت کنم. در مسیر حرکتش از این مبدأ برای یک مقصدی قطعا نیاز به راه دارد، باید راهی براش هموار باشه، یعنی از بیراه نمیتواند به مقصد برسه. این قدم اول، باید تو راه بره. از این گذشته در راه که بره حتما نیاز به راهنمایان اون راه هم هست، که قطعا اون راهنمایان او رو هدایت در مسیر کنند. از این امر گذشته قطعا نیاز به یک قوانینی در این راه و این راه نما وضع می کند که بشر با توجه به اون قوانین و با بود راه نما مسیر رسیدن به مقصد رو در این راه طی کنه. حالا با این مقدمه ما می گوییم خدای عزوجل پیامبران آفرید برای هدایت بشر. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. هدایت راهشه، دین حق قانونشه. پیامبرم که آمده قطعا یه جایی میخواد بره که از جایی آمده به جایی بره. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. در این مبدأ و این مقصد که پیامبران و به دنبال پیامبران تداوم رسالت انبیا، باید راهنمایانی باشند که اونها رو به مقصد برسانند، نیاز به راهنما هم دارند. در این میان اون چیزی که سبب می شود بشر با وجود راه نما و با وجود راه توجه به اونها ضمانت کمال او رو داره، پیگیری اون حقوق و اون قوانینه که اگر نکنه خدای عزوجل در قرآن میفرماید و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. کسانی که حدود خدا، حقوق خدا رو مراعات نکنن، اینها از انسانیت خارجن. اونی که تو مسیر میخواد بره به یه جایی برسه، اگر قوانین راهنما رو مراعات نکنه، قطعا در دره و هلاکت خواهد افتاد. عقلم حکم میکنن که توی بشر از این که نمیدانی و باید به کسی که میداند و راهنمای توست مراجعه کنی، قطعا اینه که اگه مراعات نکنه بگویند تو خلاف عقل عمل کرده ای. اگر اطاعت از فرامین خدا و پیامبران الهی که در رأس اونها فرامین خاتم انبیا و اوصیاء بزرگوارش رو اعتنا نکنه، دقیقاً نه در مسیر کمال قدم برداشته، بلکه سرنگون در ظلمات جهل و انحراف و کفر و عرض می کنم بیدینی به جایی می رسه که سر از گمراهی، سر از جایی در میاره که نمی تواند خودش رو نجات بده. این مقدمه ایست برای همه انبیا، همه اولیا، همه اوصیا. حالا این حقوق یه وقت حق خداست که بشر میبایست ملاحظه کند که حقوق الهی چیه که مراعات کنم من.
لحاظا اولین حقی که بر فرد بشر هست اینه که چون در کمال عبودیت میخواد قدم بردارد و عبودیت حضرت حق جل و علا اثر معرفت خدای بزرگه، ابتدا باید خدا رو بشناسد. خدا رو بشناسه در مسیر بندگی خدا قدم برداره. لحاظا امام معصوم می‌فرماید حجت خدا خیلی زشته بر کسی که 70-80 سال از عمر او بگذرد ولی خدا رو به حقیقت نشناسد. این یه گامی است برای انحراف او. گام دیگر این است که باید سفرای الهی، امینان پروردگار، راهنمایان بشر که کرام سفره هستند، بزرگانی هستند که خدای عزوجل اونها رو اختیار کرده، به نص آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اونا رو معرفی کرده، به نص آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اونها رو معرفی کرده و اطاعت علل اطلاق اونها رو بر همه خلق بر امتش واجب کرده که شما امت خاتم انبیا باید به دنبال راهنمایان الهی از انبیا و جانشینان اونها باشید. آیات الهی، روایات فراوان در معرفی 14 معصوم از طریق شیعه نه اهل سنت الا ما شاء الله وارد شده که یکیش حدیث ثقلین است. حدیث ثقلین تواتر لفظی دارد، باز ذکر اسانید مختلف و رجال متعدد که متفق علیه بین عامه و خاصه شیعه و عامه است. با توجه به معنای این حدیث که پیغمبر خاتم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی مهما تمسکتم بهما لن تظلوا تظلوا ابدا و انهما لن یفترقا، حتی اینا از هم جدا نمیشن تا کنار حوض کوثر منو ملاقات کنن. دو شیء سنگین گرانبها زی ارزش خدای عزوجل به پیغمبرش فرموده و پیغمبر هم با کلام وحی قرآن و سنت محکم اینها رو معرفی کرده. خدای ارحم الراحمین به لطف و رحمتش برای هدایت بشر و منت سر بشر همون جوری که پیغمبر رو گذاشته، این منت رو به وجود اوصیاء گرام این پیغمبر برای هدایت بشر قرار داده. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. چنین حقی رو هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره مشرکون کافرون. هر کس که این موقعیت رو داره نشنود فرامین خاتم انبیا، قرآن و سفارشات اهل بیت عصمت و طهارت این خاتم انبیا رو، دقیقا در مسیر گمراهی. قرآن و عترت اهل بیت که هیچگاه از هم جدا نمی شوند، همون جوری که قرآن عصمت دارد اهل بیت عصمت دارند، همون جوری که قرآن کتاب صدق است اهل بیت هم خود قرآن می فرماید کونوا مع الصادقین، معیت با صادقین اقتضا می کنه که صادقین معصوم باشند. اگر بنا شد خطاکار باشند، اگر بنا شد ظالم باشند، جاهل باشند، اطاعت و بودن به امر با اونها این خلاف عقل سلیم است، خلاف حکیم و امر حکیم است.
اگر قرآن فرمود اطیع الله اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت علی الاطلاق از پیغمبر، اطاعت علی الاطلاق از اوصیاء پیغمبر و اولی الامر قطعا خطا خواهد بود. من اطاعت از کسانی بکنم که اینها ظالم باشن، اطاعت از کسانی بکنم که اونها اهل علم نباشن، راسخون در علم نباشن، جاهل باشن، کمترین آیات الهی را ندانن، هدایت دست اونها نخواهد بود. اون کسی که و کل شیء احسیناه فی امام مبینه، اون وجود نازنین خاتم اوصیاست، امروز مهدی فاطمه سلام الله علیه. و عرض میکنم در ابتدا وجود نازنین امیر مؤمنان و امام حسین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. با توجه به این مقدمه، اینجا دنبال رفتن ائمه و معصومین یعنی زنده کردن همون حقوق الهی که ائمه معصومین علیهم السلام رؤسای قوه مقننه و قانون الهی هست، باید اطاعت اونها کرد. با اطاعت اونها انسان به نجات ابدی و اون ثقلینی که پیغمبر سفارش فرموده انسان میرسه. این نکته واضح و روشن همون حقیقتی است که پیغمبر خاتم فرمود، فرمود علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار، یعنی هر کجا حق است علی هست و هر کجا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هم هست، حقم همون جاست. محور حق وجود نازنین امیر المؤمنینه که گردا گرد امیر مؤمنان میگرده و امیر مؤمنان هم گردا گرد حق میگرده. به این بیان کتاب قانون الهی هم پیغمبر فرمود، فرمود علیون مع القرآن و القرآنو ما علی. هیچگاه کتاب پروردگار عالمیان که کتاب هدایت بشر است، نوری است که در شب قدر بر پیغمبر نازل شد، سبب هدایت همه امت. پس بشر تو که دنبال حق هستی، راه حق وجود نازنین اوصیاء گرام خاتم انبیا است. تو چه جهت؟ هم در جهت اعتقادی، هم در جهات اخلاقی، هم در جهات اقتصادی مالی، هم در جهات سیاسی، هم در جهات اخلاقی و در همه جهات کمال بشر باید به دنبال این اوصیایی باشه که به نصوص واضح قرآن و سنت محکم و عقل روشن بشر باید دنبال این هدایت باشه. این سفارش قرآن است که همه کمالات، همه علوم، همه پاکیزگی ها در این قرآن نهفته است، به دقیق واضح نزد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. لذا از خود امیر مؤمنان پرسیدن یا امیر المؤمنین مل حق، حق چیست؟ آقا امیر مؤمنان فرمودن الاسلام والقرآن والولایه. همین بیان رو از امیر مؤمنان حاکم اسکانی در شواهد و تنزیل سنی معتزلی در شواهدش نقل میکنه، ذیل آیه هنالک الولایت لله الحق، اینه ولایت. حق دنبالش میگردی، اینجا حقه. حق کجاست؟ هنالک الولایت لله الحق، نوشته ای ولایت علی ابن ابی طالب. حق روشن وجود نازنین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. خود خدا برای قرآن هم اینجوری میفرماد الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. کدوم میزان؟ همون میزانی که در سوره
الرحمن و ما لا تخسر المیزان، که ائمه فرمودن اون میزان، میزان عدل الهی وجود نازنین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و ائمه معصومین اوست. اینه که در زیارت جامعه میخوانیم و المقصر فی حقکم زاهق و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه، حق محور شمایید. همون جوری که حق محور شمایید، شما هم محور حقید. در شما حق است، برای شما حق است. کتاب نازل خدای عزوجل در حقانیت شما خاندان عصمت و طهارت نازل شده، لذا میخونیم برئت الالله من اعدائکم و من الجبت و الطاغوت و الشیاطین و حزبهم الظالمین لکم الجاهدین لحقکم المارقین من ولایتکم الشاکین فیکم المنحرفین عنکم و من کل ولیجت دونکم. اونایی که انکار حق شما رو کردن، حق شما رو ضایع کردن، ما از اونها روی گردانیم. حالا حق بزرگوارا رو میخواییم ادا کنیم. ادای حق اونها اینه، اون چه اونها فرمودن در هر زمینه ایشالله باید ادا کننده حقوق واجب الهی، حقوقی که پیامبر به زبان وحی بیان فرمود و اوصیاء گرام این خاتم انبیا که پیغمبر به عنوان حق روشن برای امت بیان فرمود، دنبال اون باشیم. امام صادق سلام الله علیه میفرموید والله لا ينقصنا احد من حقنا شيئا الا انتقصه الله من حقه في عاجل دنیا عاجل آخرته، به خدا احدی از حق ما کم نمیذاره مگر اینکه خدای عزوجل از حق او میکاهد، هم در دنیا و هم در آخرت. این حقوقی است که خدای عزوجل برای بشر معین فرموده. حالا از اون حقوقشون چیه؟ از اون حقوقشون اینه، اونها رو دوست بداریم، اطاعت اونها کنیم. اطیع الله و اطیع الرسول. حقوق ذوی القربای پیغمبر رو ادا کنیم. آت ذوی القربا حقه، ذوی قربای پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها، ذوی قربای پیغمبر امیر مؤمنانه شوهر فاطمه زهرا، ذوی قربای پیغمبر سید الشهدا ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه. ادا کننده حقوق اون بزرگوارا باشیم، بشناسیم اونها را، بشناسانیم اون بزرگوارها رو، محبوب قلوب دیگران کنیم. اینا از حقوقی که امروز امام زمان سلام الله علیه به همه ما داره، از حقوقی که امروز آقا سید الشهدا و امیر مؤمنان داره، که ما باید حواسمون رو جمع کنیم، فرمایشات اون بزرگوارها رو نسب عین خودمون قرار بدیم، به زیارت قبور اونها بریم، دعا کنیم برای اونها. همین حق رو آقا سید الشهدا به همه خلق دارد، که من جمله از اونها انبیاء الهی هم. ببینیم انبیاء الهی چه کردن؟ دستور دادن که باید بهشون عرضه شد، باید خدا رو میخواد بخونید به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام بخونید. حق اینها بر من واجبه، کسی دیگه بر من حق نداره. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن اتدری ما امرو، میدونید خدا شما رو به چی هم کرده؟ هم کرده اطاعت ما رو کنید، هم کرده تسلیم امر ما باشید، هم کنه به فرامینی که خاتم انبیا آورده و خدا فرموده امر این پیغمبر رو اطاعت کنید، اطاعت کنید. و ما نهو عنه فانتهو، هرچی پیغمبر نهی کرده اون نهیش رو انتها کنید، یعنی انجام ندید. این خاتم انبیا وجود نازنینش آمر به همه خوبی هاست و از سوی ناهی و نهی کننده از همه پلیدی هایی که بشر بهش نیاز داره.
در این حقوق اینه که بفهماد انبیا اگر دعا کردن دعاشون مستجاب شد، خدای عزوجل رو خواندن به وجود نازنین این 14 نور پاکیزه و خدای عزوجل اونها رو نجات داد. اگه حاجتی داشتن اینا آمدن از در خانه 14 معصوم خدا رو خواندن. ابن مسعود میگوید یه روزی وارد حجره خاتم انبیا شدم، یه جایی پستوخونه ما میگیم آخر خانه یه جایی بود، وارد آنجا شدم دیدم پیغمبر خدا سر به سجده گذاشته و این چنین خدا رو میخونه: خدایا، پروردگارا، الهی، به حق علی، اغفر لشیعت علی. خدایا به حق علی ابن ابی طالب، شیعه علی رو بیامرز. میگه ابن مسعود من تعجب کردم، این روایت هم عامه دارن هم خاصه. آمدم حجره امیرالمؤمنین، دیدم امیر مؤمنان هم در پستوخانه نماز مشغول، سر به سجده گذاشته و در داخل سجده میگوید خدایا به حق رسولت ببخش شیعیان من رو. بیان و واژه ببینید، دو عزیز عالم امکان، دو محور حق، شاخص حق، خدا رو دارن این گونه میخوانند که خدایا به حق امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب شیعیان علی رو ببخش. این حقوق سبب شد که سلیمان پیغمبر اگر به اون مقام نائل آمد، حضرت قسم میخوره والله ان سلیمان ابن داوود سأل الله بنا اهل البيت حتى علم منطقه الطير. سلیمان اگر منطق سخن گفتن با پرندگان رو پیدا کرد، فقط به خاطر این بود که خدا رو به ما قسم داد و در اون جایگاه و مقام بلند و عالی قرار گرفت. این مرتبه و منزلتی است که خدای عزوجل به یوسف پیغمبرم فرمود. وقتی یوسف خدا رو قسم داد خدایا به حق آدم منو ببخش، خدایا به حق نوح منو ببخش، خدایا منو به حق پدرم یعقوب ببخش، خطاب کرد یوسف چی داری میگی؟ آدم و ما در بهش قرار دادیم، همه نعماتو بهش دادیم، گفتیم از این درخت فقط تناول نکن. از این درخت تناول کرد، سبب شد که ما از بهش بیرونش کردیم، توبه کرد، توبهشو پذیرفتیم. یوسف چه حقی به ما داشت؟ چه حقی آدم به ما داشت؟ همینجور شروع کرد. نوح پیغمبر، پدرت یعقوب، فرزندش گم شد، ما بهش رسوندیم، چه حقی داره؟ و میرسانیم. اینجاست که خدای عزوجل در همون مناجاتش با خدای عزوجل منادی بهش گفت یوسف اگه میخوای تو این زندان دعا تو مستجاب کنم و نجات پیدا کنی، راهش اینه خدای عزوجل رو بخوانی به حق کسانی که اونها در درگاه من آبرو دارن. همونو دستور به آدم داد. فتلقا آدم و من ربهی کلمات. اون کلمات چی بود که آدم خون؟ چی بهره برده بود؟ اون کلمات همون کلماتی بود که در دعا میگیم یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اون کلمات همون کلمات بود که گره کار همه کس رو باز میکنه. موسای کلیم وقتی میخواست 12 راه شیشه ای براش باز بشه، خدای عزوجل رو به حق این 14 معصوم قسم داد تا خدای عزوجل دعاش رو مستجاب کرد. حالا امشب شب قدر رو، شب زیارتی سیدالشهدا و قدر امیرالمؤمنین، قدر امام حسین، شب جمعه، جمعه ای که اصلا جمعه شد به خاطر امام حسین، جلوه پاکیزگی و ظرف زمان کمال شد برای بشر. شب قدری که بشر به خاطر
شب قدر و ظرف شب قدر مسیر کمالش رو داره طی میکنه، اونم همراه با زیارت اون کسی که خود شهادتش ظرف کمال برای همه بشر شده، که در حدیث قدسی میخوانیم خدای عز و جل فرمود انی جعلت الحسین وسیلتن و سببن لرفع نقصانهم و ترفیع درجتهم. خدا اینجوری خواسته سید الشهدا وسیله باشه، سبب باشد تا بشر به واسطه سید الشهدا به کمال برسه، به قرب به حضرت حق برسد. این مسیری است که به ما آموختند، در این مسیر همه باید قدم برداریم، اون هم مسیر سید الشهدا. خب امشب شب بزرگی است، شب قدر و شب زیارتی آقا سید الشهدا ابا عبدالله الحسین، شبی است که انبیاء الهی، ملائکه مقرب الهی امشب فرود میان. ملائکه فرود میان برای چی؟ 124,000 پیغمبر و ملائکه باید بیان پایین تا خدا رو قسم بدن به حق سید الشهدا آقا ابا عبدالله الحسین، تا خدا دعاشون رو مستجاب کنه. چه مرتبه و منزلتی است، چه جایگاهی زیارت سید الشهدا علیه السلام، که این زیارت شده کسی این زیارت رو بره، اونم شب قدر شب 23 بره در خانه سید الشهدا. خدای عزوجل فرمود زیارت او مثل اینه که منو زیارت کرده کنار عرشم، مثل اینه که خودش رو در کمال اونقدر بالا برده که شده محدثت الحسین. چه زیارتیه، چه قربه به حضرت افضل و علا. لحاظا اگر فهمودن در چنین شبی هزار تا انا انزلنا بخوانید، انا انزلنا رو ما شرح و بسطش رو در شبهای گذشته خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم. چه رابطه انا انزلنا با امیرالمومنین امام حسین داره؟ این انا انزلنا رو امشب هزار بار بخون تا بدونی قدر امام حسین و قدر امیرالمومنین و حضرت زهرا رو بدونی، که قرآن 1/3 در شأن امام حسین نازل شده. انا انزلناه فی لیلة القدر، فرستادیم تا این آقا رو معرفی کنیم، هادیان خلق رو با اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر معرفی کنیم. ما اینا رو فرستادیم تا بشر رو به این آیه رهنمون باشیم که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکات و هم راکعون. کی ولایت داره؟ کی آقایی دارد؟ اون کسی که آتیناهم ملکاً عظیما، یه چنین مقام و منصبی رو به او ما عطا کردیم. شب زیارتی ابی عبدالله و وقت شاخص دعا، دعا برای فرج آقای عالم امکان امام زمان سفارش شده. چرا؟ برای اینکه اونی که خدای عز و جل به قلم تقدیرش نوشته بود که به واسطه اونها ما خدا رو بخوانیم و از در اونها با پروردگار مناجات کنیم، در خانه سید الشهدا امام زمانه. رضا میگه بهترین چیزی که امشب باید بخوایی فرج امام زمان، ظهور آقا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداز. الحمدلله الذی هدانا لهذا، که ما در جوار آقا سید الشهدا سلام الله علیه میخوایم قرآن سر بگیریم و با خدا مناجات کنیم، این بزرگواران رو قسم بدیم اون حق بزرگی که خدای عز و جل به واسطه اونها بر ما داره، به حق بزرگ اونها خدا رو قسم بدیم تا خدای عز و جل دعاهای ما رو به هدف اجابت برساند. عشق شیدایی من یعنی حسین، عشق
عشق و شیدایی من یعنی حسین، همه دارایی من یعنی حسین. خوش به حالشون در جوار سید شهدا توی نیمه شب رو به گنبد گردن رو کج کنیم در خونه خدا، بگیم خدا ما که جای دیگه نداشتیم بریم، از راه دور کوبیدیم اومدیم کنار قبر ابا عبدالله، بگیم یا ابا عبدالله یه نگاهی هم اینجا به ما بکن با دست پر برگرد، بگیم یا ابا عبدالله دار و ندارمون رو شما میدونیم، یا ابا عبدالله اون لحظه ای که چشمای ما رو میخوام ببندن، یا ابا عبدالله فردای قیامت در مقام شفاعت وقتی میخوان ما رو شفاعت کنن بکشن نکیر و منکر ببرن به طرف جهنم، دست ما رو بگیر آقا شفاعت ما رو کن. یا ابا عبدالله فردای قیامت که میشه دشمنای شما ایستادن اگه بنا شد ما رو به گناهمون ببرن سبب میشه دشمنای شما خوشحال میشن، یا ابا عبدالله عشق و شیدایی من یعنی حسین، همه دارایی من یعنی حسین. کودکی بودم که بودم آشنا با تو و با سرزمین کربلا، اون وقتی که خودم رو شناختم ابا عبدالله تو مجالس روزه تو مادرم شیر روزه رو دو بغلم بهش گذاشته و دهان من گذاشته، عشق و شیدایی من یعنی حسین، همه دارایی من یعنی حسین. کودکی بودم که بودم آشنا با تو و با سرزمین کربلا، کربلایت قبله جان من است، قبله گاه عشق و ایمان من است. کربلا یعنی بریدن از همه عشق بازی با حسین فاطمه ابا عبدالله، آقا از همه وجود میگیم امشب یه عنایتی به ما کن، با یه نظر لطف به ما بنگر ابا عبدالله، امشب او شبیه که انبیا الهی ملائکه مقرب الهی برای زیارت ابی عبدالله فرود میان، امشب اون شبیه که ارواح انبیا اولیا اوصیا با خاتم انبیا خاتم اوصیا فاطمه زهرا ائمه معصومین میان به زیارت ابا عبدالله، این روزه رو بخوانم ایشالله اونایی که آرزوشون اینه اونا یه چنین جبایی کربلا کنار زری ابی عبدالله باشن، اونا از دور گریه کنن برا مظلومی ابا عبدالله، دو جا دو نفر معصوم نگذاشتن فاطمه زهرا گریه کنه، گفتن بیبی گریه نکن، یکی وقتی که امیرالمومنین و ریسمان بزده بودن و کشان کشان می آوردن طرف مسجد،
آوردن با منبر قرارش دادن، اومد اون شمشیرگر بالا سر امیر المؤمنین یه وقت میبیه دو عالم به سرعت خودش رو رساندم در مسجد، گفت علی رو رها کنین، اگه علی رو رها نکنین الان میرم کنار قبر پیغمبر موامو بریجان میگنم حق بمیرم. یه وقت امیر المؤمنین نگاهش افتاد به فاطمه جرزداش سلمان ادرک ابنت رسول الله، سلمان فاطمه رو دریاب، بگو مو پریشان کردن و بذار برا کربلا، سلمان برو بگو نفرین نکن بر این امت، گفت الان میرم ناقه ساله و بچهش میشه خدا به روشون بیش از من نیست. اینجا امیر المؤمنین نزاش فاطمه نفرین کنه، مو بر ایشان کنه، گریه کنه، یه جا دیگه هم سراغ دارم، مثل امشبی وقتی از آسمان ها دارن فرود میان برخورد میکنن با ملائکه مقرب، کجا میرین؟ خطاب میشه داریم میریم کربلا. داریم میریم زیارت ابی عبدالله. برخورد با اسماعیل صاحب هوا میکنن، چنان میبید عالم میال آزمونا فریاد میکشه، شهقه میکشه، پیغمبر خاتم میفرماید دخترم، دخترم رو پریشان کردن و بذار بریم کربلا. وقتی وارد این سرزمین کربلا میشن، بی بی دو عالم پیغمبر خاتم این نقل رو از دنجا نقل میکنم، از باب مقاتل نوشتن، یه جا از سر ماه نوشتن، یه جا از سکینه نوشتن، نوشتن سکینه در خرابه شام خواب دید پیغمبر و مادرش فاطمه زهرا رو، تر ما هم میگه میون قتلگاه کشته افتاده بودم، یه وقت دیدم از آسمان هودجی فرود آمد، 20 مرد از این هودج بیرون آمدن، هودج دیگه ای پایین آمد، 20 خانوم بیرون اومدن، تو میونه اینا دیدم یه پیر مرد ریمازل سفیدی جلوی اینا داره گریه میکنه، پسرم پسرم میکنه، حسینم حسینا، رو کرد به بابا آدم، بابا ببین با حسینم جگردن، رو کرد به نوح پیغمبر ابراهیم، بابا ببین چه کردن با پسرم حسین، رو کرد به موسی و عیسی، برادرم موسی، برادرم عیسی، ببین با من چه کردن. میونه اینا دیدم یه خانوم کمر خمیده ایم داره میاد، از نیک آمد دازد یا ما حسینم، این چه حالیه بزرم حسینم، مگه خودتو معرفی نکردی؟ عرضداش آری معرفی کردم، گفتم منم مادرم فاطمه است، گفتم پدرم امیر مؤمنانه، تا شنیدم بابا علیه، هرکی هر جوری تونست به من عجم گرد و هم گرد، یکی با دشنه و یکی با شمشیر، یکی با سر، یکی با عصا، آخ بمیرم. پیغمبری که نگذاش فاطمه بالای آسمان ها کنار هر شهقه بگشه، یه وقت رو کرد بیبی دو عالم یا ابتا اتعزنونین آخوزم اندم شجبت الحسین،
و اخذب به نازیتی. بابا حالا اجازه میدی از خون محاسن حسینم پیشانیم و خضاب کنم. پیامبر فرمودن آری دخترم تو مواتو خضاب کن، منم محاسنم و خضاب میکنم. آی قربونت برم ابا عبدالله، مادر فاطمه بی بی دو عالم زینب کبرا نتونست داغت نیاورد شهدن کشید میان آزمون ها ملائکه را به فریاد در آورد. من میخوام عرض بکنم عقیله بنی هاشم چطور داغت را بود ببینه بدل پاره پاره یا حسین جور یازده خواب تو گاونی قتلگاه. 320 اثر شمشیر و نیزه و خنجر برادر و نسیم چسبانی چه کنن چطور حسین جدا کنن از این خواهر فجر رو هر جزد خیم آما زینب و با تازیانه از بدن حسین جدا کردن. زینب جدید بینکران شهر بروی خان از دن کشید ناله بزد آغاز روزناک که این خفت خوش به بزدر خون دیده باز کن احوال ما ببین نصب از خواب ناز کن. ای وارث سریر محمد ز جای خیلی ان کشتگان بی کفن خون نماز کن. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. خوب جای نشستین دیگه گیرتون نمیاد. اونجا این شنسلی که یه کلمه رو میگم آخرش وا میکنم برای اگه با چشم دل نگاه کنی شب 23 شبیه که اون همه سفارشات و همه برای زیارت امام حسین گفتن محال آقا جان ما الان دور گودی قتلگاه نباشه. شب جمعه شب زیارتی ابی عبدالله یکه همه یعنی مسلمین آرزوشون اینه یه چنین وقتی رو کنار قبر ابی عبدالله باشن. الان اگر همینجا دلتو ببری دور گودی قتلگاه میبینی عزیز عالم زانوی قبر تو بغل گرفته داره برای مظلومی جدش اینجوری گریه میکنه و روزه میخونه میگه یا جدا نبودم اما یادم نمیره وقتی رو که و شمر جالسون علا زنره. یادم نمیره وقتی که قبضه محاسنه تا تو دست گرفته بود و با دوازده زن رو میخواست سر از بدنه جدا. با این حالت در خونه خدا میخوایم بریم و قرآن سر نگیریم و خدا رو قسم بدیم به قرآنش خیلی باید التجا در خانه خدا کنیم،
خیلی باید از خدا بخواهیم. اگه امشب خدایی نکرده بخشیده نشیم، دیگه کی میخوان بخشیده بشیم؟ در خونه خدا التجا کنیم، الهاق در دعا کنیم، برای قربت آقا جانمون دعا کنیم، برای اون مظلومی که خودش اومده اینجا دعا کنه برای خودش. یه چیزی بگیم، بگیم آقا یا صاحب الزمان، تو رو به این جدت ابا عبدالله خودت برای قربت دعا کن، یه بسه دین جدت، شریعت پیغمبره، ولایت علی و اولاد علی به فنا رفت. بگیم یا صاحب الزمان، به دل امید نگاهی که داشتیم داریم، هنوز روی سیاهی که داشتیم داریم، آقا جان شما به ما نگاه کن. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليك واساله ان يتوب الي توبه عبد ذليلا خاضعا فقيرا باس مسکین مستکین مزدجی. شعیب پیغمبر اونقدر در خانه خدا گریه کرد، کور شد، خدا چشمشو بهش برگردان، اونقدر دوباره گریه کرد، کور شد و بیزد اینا برای مرتبه سوم گریه کرد، کور شد. این بار دیگه خطاب کرد شعیب، چقدر گریه میکنی؟ اگه بهش رو میخوای بهت میدیم، اگه ترس جهنم داری جهنم رو ازت میگیریم، چرا گریه میکنی؟ گفت گریم برا بهش دو جهنم نیست، محبت تو یا پروردگار اینجور منو به گریه واداشته. آی قربون اون کسی که دلش انقدر روشن، محبت خدا و حسین فاطمه تو دلش داره بلوا میکنه، محبت امیرالمومنین داره، میگه یا علی یا امیرالمومنین، چقدر برا ما گفتن شما اون لحظه یا آخر بلا سرمون میاد. اما همینو میگم، میگم یا امیرالمومنین، هیچگاه راضی نیستی فردای قیامت ما رو کشان کشان به طرف جهنم ببرن دشمنای تو، یا امیرالمومنین خوشحالی کنن، ما اینجا اظهار محبت داریم. بعد نیست اینو بشنوین، وقتم نیست. حبابه یه والبیه یه زنی بود، پیر زن بود، مریضه بود، مبروز بود، صورت سفیدی داشت، زنهای مدینه مسخرش میگردن. آمد خدمت زین العابدین، گفت یبن رسول الله، این زنها منو مسخره میکنن. گفت میخوای خوب بشی؟ گفت آری. ازد یه دستی اون لبازش گشید، فرمود باشو برو تو آینه ببین، نگاه کرد، دید بیماریش رفته. ازد رو کرد بهش، گفت او بابه میخوای جوون بشی؟ پیر زنی گفت آری ابن رسول الله. نوشتن شد دختر تازه جوان تا زمان امام رضا زنده بود. میخوام اینا بگم آقا یا ابا عبدالله، آقا یا امیر المومنین، شما راضی نیستی فردای قیامت ما رو بکشن طرف جهنم، کنار قبر دیجا بیایم برای تو، برای فضل شما، برای آقای شما، برای مصاحب شما گریه کنیم فردای قیامت، رسوای قیامت. خودم رو دارم عرض میکنم، بگم میگم یا ابا عبدالله، ما که آبرو نداریم، به آبروی خود شما
به آقای یا کرم و دو رحمت دونه میشه به ما یه نگاه کن. اللهم انی اسألک به کتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. چی خدا توی قرآنت مگه گفتی؟ اسماء حسنایت مگه کیه؟ به خدا همین ما موزگن ماست، دار و ندار ما میخوایم انجام بگیم خدا به حقی آقا با عبدالله که قدرشون میدونیم ما رو ببر. خدا اسم ما رو بنویز جز به سربازای امام زمانمون. بگیریم قرآن ها رو رو سرمون، خدا رو قسم بدیم اللهم به حق در قرآن و به حق من ارسلتم به و به حق کل مؤمن مدهدم فی و به حق جلیم فلا اقد اعرف و به حق جمن. ببخشید منو اگه روزه نمیخونم براتون، دلم میخواد با همین حالت شب و بدعا کنیم با ابی عبدالله، دل بسوزه، عشق جاری بشه، سیمو باید وست کنی با امام حسین اگه چیزی میخوای بگیری. به خدا امام حسین آقاست، با اون نصرانی اونجوری نگاه میکنه، آخر شب عاشورا بود، همه تون بلدید وقتی مامورا اومدن گفتن نوشتیم، گفتن ننوشتیم. اونایی که در خونه من اومدن یکی دو داشون از قلم انداختی کیار گو نصرانیه اومده در خونه من. آقا حسین جان به خدای امام حسین همین به صاحب این قبلی که بالاش نشستی داری تماشاش میکنی من میگم آقا ابا عبدالله هرچی من بد کردم تو خوب کردی، آقا هرچی من گناه کردم تو آب رومو نگه داشتی، هرچی من ظلم کردم تو نگاهم کردی حسین فاطمه، هرچی من تو بیان کردم تو چشم تو بستی ابا عبدالله. خدا من آبرو ندارم سر تا پا گناهم یا الله، اما در خانه تو اسماء حسنا و قرآنی را آوردم که از ما حزنایت تو این سید و شهده را تو سوره نهج خودت خواندی، تو سوره فجرت وصف این آقا را آوردی. خدایا میخوام قسمت بدم توبه کنم، میگم خدایا الهی خودتون بگید، تو حال خودتون باشید، من نمیخوام قید و بندا رو حفظ کنم، من میخوام بگم امشب بیریانه در خونه خدا بریم و این اهل بیت رو واسطه کنیم. خدا ما آبرو نداریم، میخوام این خاندان بزرگ و واسطه قرار بدیم. الهی بکه یا الله، بکه یا الله،
بگه یا الله، بگه یا الله، بگه یا الله، بگه یا الله، بگه یا الله، بگه یا الله، بگه یا الله، بگه یا الله جل جلاله، لاهی به محمد 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 صلی الله علیه و آله و سلم. همه شما میگید زنگوله یه در بهشت رو میزنن یا علیشو جوری میگه که ملائکه میشنون؟ در خونه خدا هرچی قشنگتر، هرچی با نوادر، با حالتر، با توجه بیشتر خدا رو قسم بدی، هرچقدر دست گدایی رو دراز کنی، هرچقدر الحاق در دعا کنی، خدا نگاه میکنه. ازا حواظمون رو جمع کنیم، یا ابا عبدالله تو هم نگامون کن آقا، یا صاحب از زمان که کنار گودی قتلگاه نشستی، امشب که خیلی چشمی دووندم ببینم آقا جانم رو میبینم یا نه. الهی بلیان 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 خدایا بقیه امیر المؤمنین، اگه تا حالا ما رو نبخشیدی عزا ما رو ببخش و بیا بود الهی. به فاطمه، 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 ملعون نقل کرده یه صفتی رو در فاطمه زهرا گفته که واقعا آدم رو از خود بی خود میکنه. میگم فاطمه زهرا بیضاء بره بود، بیضاء یعنی خیلی سفید بود، نیکوروی بود، بزه بود. دیدی بچه ای که تازه دو سه ماه به دنیا میاد، یه دست به صورتش میگیری، دست از میمونه تو صورت سرخی پیدا میشه، چشمانش مثل هور بود. آهو رو دیدی چشمانش چقدر بزرگ سفیدی، قلبه داره برزی آیا. پیغمبر فرمود فاطمه هم حوریه بود به صورت انزیه، اما وقتی سیلی به صورت فاطمه زد، راوی نقل میکنه تا 40 روز ببی صورتشو از علیقی با این حال میگه. یه وقت نگاهش افتاد دخت خانومم فاطمه من، چشمانم چرا سرخ شده؟ همه اینا به کنار، اما وای مقداد میگه اصیلی که تو کوچه دستش دست امام مصطفا بود، چلان به صورت فاطمه زد، گوشوار از گوش فاطمه کرد نشد. با نگرد تنها نبینگ گبریارا در دیگر، اب به سر مقدور شدم پهلوی مادر جگرست. الهی بلحسنه، 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 بلحسنه.
حسن بله حسنه بله حسنه بله حسنه بله حسنه بله حسنه علیه السلام الهی بله حسینه 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 باور کن اینجا آدم بخواد روزه بخونه نمیتونه بخونه کدوم روزه رو بخونه از کجا بره بره تو خیمگاه بره پشت خیمه خدا شاهد هر وقت اومدم اینجا دلم نیومده برم تو خیمگاه خدا شاهد نزدیک قتلگاه نشدم گفتم مگه تحمل میکنه آدم بذار از اینجا بریم طرف قبر آقا ابوالفضل ابی عبدالله وقتی از خیمه اومد بیرون با عباسش دوتایی با هم اومدن امام حسین بالای عظم گفت انا ابن النبی المصطفی از اون ور لشگرم ابوالفضل گفت انا ابن علی المرتضی که جدا گردن بین ابوالفضل و امام حسین یه وقت دیدن یه تیر اومد خورد تو دهان ابی عبدالله دیگه نتونست بگن ابن النبی المصطفی از عباس جدا شد تا خونه رو از دهان بان کنه عباس رفت اما ببینم یه وقت چنین صدای عباس رو یا آقا ادرک اخوی داداشی که تا حالا برادر نگفته یه وقتی حسین جامد مثل باز جگاری سر برادر رو تو بغل گرفت لحظات آخر دید داداشش داره گریه میکنه خدا رو باگر یه جمله گفت این جمله آدم رو آتیش میزنه آخه امام حسین بگه یا اخا ادرک اخان کن که شنید گفت الان این که زر زخری و قلب ندیلتی دیگه من طاقت ندارم کمرم شگر ای قربونت برم حسین ای قربونت برم حسین یه جمله ای گفت واقعا من این دفعه فکر میکردم این جمله یعنی چی فرمود داداش من یه وعده ای به سکینه دادم اینی مسحر من ابنتی که سکینه خیلی حرفه وقتی سکینه شنید خبر کشته شدن داداشش علی اکبر و ارباب مقاتل نوشتن دست امام حسین رو ول کرد فرار کرد طرف دشمن وسط میدان ناموس کردیان نمیتونه طاقت بیاره چطور طاقت بیاره امو جانش و قرقابه خون ببینه بذار امام حسین جواب اینجا ندادی اگه بگیره بگه سکینه دیوانه میشه وسط میدان اومد عمود خیمه رو خوابانی خدایا با اون لحظه ابی عبدالله و قضای دل ابی عبدالله عجل ولی کن فرج الهی به علی ابن الحسین بعلي ابن الحسين 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 عليه السلام إلهي بمحمد ابن علي 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 بمحمد ابن علي
به محمد ابن علی به محمد ابن علی به محمد ابن علی به محمد ابن علی الامی به جعفر ابن محمد 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 علیه السلام الهی به موسی بن جعفر 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 علیه السلام الهی به علی ابن موسی 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 علیه السلام الهی به محمد ابن علی 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 آقا امام جواد خیلی در خانه خدا آبرو داره جود جوادی ضرب المثل شده ما خیال کردیم تو مظاهر دنیا البته اما هر چی میخوایم از امام جواد بخوایم قربونم بشم دنبال بهانه بودن تا مصیبت مادرشون رو بیان کنن آمد خدمت امام صادق ابن رسول الله خدا به من دختر داده اسمشو گذاشتم فاطمه فرمود نکنه یه وقت سیلی به صورتش بزنی نامش فاطمه است یکی دیگه اومده خدمت امام صادق ابن رسول الله ما اگر جنازه عزیزمونو بخوایم شب برداریم آیا جایزه جلوشی مشعلی هم دنبال خودمون ببریم شروع کرد امام صادق گریه کردن گفت جایزه آخه مادر ما نیمه شب وقتی بابام جدم داشتن تجیه جنازه می کردن نخلی را آتش زدن جلوی جنازه فاطمه زهرا حالا امام جوادم سن 4 سالگی امام رضا میگه ناز دارم دستشو زمین گذاشته سرشو بالا اما والله لاخرجنهما ثم لاخرجنهما ثم لانسفنهما فی الیم نزوا آقا امام جواد برای کدوم مصیبت اینجوری داری زجه میزنی میگی اونا رو در میارم من میخوام از کدوم مصیبت بگم نمیدونم خدا میدونه از میخه که به سینه فاطمه فرو رفته از سینی بگم از بازوی ولم کرده بگم از اون حالت غسل بگم که نیمه های شب دیدم امیر مؤمنان دست از غسل کشیده داره بلند بلند گریه میکنه
از گردم آقا مگه شما نگفتی آهسته گریه کنین؟ چرا خودتون بلند بلند گریه میکنین؟ فرمود آخه از ما دستم رسید با استخوان‌های شکسته فاطمه، آخ بمیرم. وقتی بدن فاطمه شد داخل قبر گذاشت این جمله را برا پیغمبر گفت، قال یا رسول الله سمیتی جسمی، اما فرمود یا رسول الله ستنم به ابنتک به تظافر امتی که علا هزمم. الهی بعلی ابن محمد 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 علی السلام. الهی بالحسن ابن علی 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 بالحسن ابن علي 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 علي السلام. الهي بالحجته 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 آقا عزیز عالم مهدی فاطمه، عزیز عالم شک ندارم میون همه این زواری که اومدن امشب کنار قبر جدت ابا عبدالله، شما هم کنار این قبر زانوهای غم و بغل گرفتی، اما من اینا برا خودم میگم، میدونم این دوستان شما دلشون داره پر میزنه، خودشون باید هر باد بزنن زمزم کنن. یم آقا وقتی که هنوز ریشام در نیومده بود، وقتی که هنوز خودم رو نمیشناختم، خودتو به معرفی کردی. اگه معرفی نمی کردی من که جرا میشناختم آقا جانم؟ حالا که خودت رو معرفی کردی دلم میخواد یه بار چشمان به جمالت روشن بشه. آقا 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 پسر فاطمه مظهر رحمت رسول الله، قربونت برم به حق جدد ابا عبدالله، یه نگاه مهربانه ای به من بکن. میدونم قابل نیستم، میدونم ججام قابلیت جمال ماه تو نداره، اما چه کنم دلم بر میزنه طرفت آقا جانم. آقا قربونت برم پیر شدم، حالا در زمینه بمیرم و نبینم پسر فاطمه، در زمینه بمیرم و دیگه دستم بهت نرسه. خدایا به حقیقت مظلومی علی عبدالله قلب نازنین عزیز عالم و امشب به امر فرجش خوشنود کن،
بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المزدر ازادا و یک جبوزو. خیلی التماس دعا گفتن. اما یجیب المزدر ازادا و یک جبوزو. برای مزدر عالم آقا امام زمان دعا گفت. اما یجیب المزدر ازادا و یک جبوزو. اما یجیب المزدر ازادا و یک جبوزو. خدا آقا جانمون مزدر حقیقی عالم امروز، مزدر حقیقی عالم، عقیله بنی هاشم بود که دست رو سرش گذاشته بود در فریاد میکشید یا محمد ها میگفت یا رسول الله آزا حسینا مرمل هم لدماه مقتوع الاعضا مسلوب الامامت وردا. یه بار دیگه از اخلاص دعا رو بخون. عوائج شرعیه همه شیعان امیرالمومنین در رأس حاجت آقا جان تو در نظر میگیر. اما یجیب المزدر ازادا و یکشف الضر. اللهم عجل ولیک الفرج و مزدر رقیقی عالم زینب کبرا قیله بنی هاشم عجل ولی یکل فرج و مزدر خرابه شام رقیس زاله یعنی عبدالله عجل ولی یکل فرج به حقیقت محمد و آل محمد عجل ولی یکل فرج. اللهم يا الله اعذه عن شر جميع ما خلقت وذرأت وبرأت وانشأت وصفات واحفظه عن جميع أطرافه. سلم ديننا ودنيانا، اشف مرضانا، اغفر موتانا، اقضى حوائجنا الشرعية. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. دشمنان امام زمان شرشون به خودشون برگردان. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. به محمد آل محمد اسا همه ما غریق رحمتت بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.